در اندرون من خست دل ندانم کیست که من خموشم و او در فقان و غوغاست. بینندگان عزیز، با درود متواضعانه برنامه دیگر از نگاهی به درون رو با شما عزیزان آغاز میکنم و به دلیل گلایه های بسیار متعدد شما، چه از طریق ایمیل، چه از طریق فیسبوک، چه از طریق تلفن ها که من مدت های طولانی رو خطوط موندین و من پاسخ نداده، برنامه‌ام به پایان رسید. امروز من بسیار کم صحبت میکنم و به سوالات شما جواب میدم. 818-70-80-222 818-70-80-222 شماره دیگر اگر این مشغول بود 818-43-63-135. من یکی از دلایلی که تلفن بسیاری از شما بدون پاسخ به پایان برنامه میرسیم این مسئله ایه که شما ابتدای برنامه رو خطوط نمیاین و برنامه که به سمت پایان میره شما تازه روی خطوط میاین و میخواید به اصطلاح سوالاتتون رو با من در میون بذارید. ضمناً گله میکنید که به بعضیا پاسخهای طولانی میدم. خب یک نفر وقتی سوال میکنه ممکنه اون موضوع برای خیلی های دیگه هم اهمیت داشته باشه، در نتیجه ما یه پاسخهای فوری و فوتی دست و پا شکسته اگر بدیم خیلی افاقه نخواهد کرد. برای همین تا جایی که من احساس کنم یک حدودی پاسخم میتونه مفید واقع بشه، تا اون حد به اصطلاح پاسخ میدم. مجددن تلفونای 818-70-80-222 بفرمایید. دوست عزیز من با شما هستم. الو خانم دکتر، سلام. جانم سلام خانمم، بفرمایید. عالی. من همون کسی هستم که زنگ زدم گفتم هر 5-6 هفته یک بار ای سی تی میشم که شما گفتین برای ای سی تی برای سیویر دیپرشن و بله. من دیپرشن اصلا ندارم و مشکلم بعضی وقتا انگزایتی هستش. شما یه چیزی رو گفتین و بعد گفتین یکی از بچه های من با شما تماس بگیره، ولی متاسفانه اونا حاضر نشدن یه همچی کاری رو بکنن، گفتین ایمیل بزنن به تو. خواستم ببینم اون چیه که من با دکترم خودم در میون بذارم موقعی که ایسیتی دارم که شما گفتین. نه من گفتم اطلاعات شما به نظر من اطلاعات خیلی دقیقی نمیرسه. اگر یکی از بچه هاتون یه ایمیل یا یه تلفن به من بزنن، یا حتی شما میتونید ایمیل یا تلفن منو به دکترتون بدین، چون شما میتوانین از دکتر تقاضا کنین اطلاعات رو به هر کسی بده که ما ببینیم که به چه دلیل به شما الکتروشاک میدن در حالی که شما دیپرس نیستین. آیا این الکتروشاکه یا چیز دیگریه؟ من علتم این بود و تعجب میکنم که فرزندان شما چطور حاضر نشدن که اطلاعاتی بدن که به شما کمک بکنه در دراز مدت. بفرمایید دوست عزیز. سلام. بفرمایید. سلام آقا. سلام. تلویزیون از دنالش کنگه تلویزیون خانم دکتر ببخشید. بفرمایید قربان. ببخشید میگم من یه مشکل خانوادگی داشتم، خواستم که مشکل ما چی کار باید بکنم. بفرمایید. من یه خانم دوم مجدد گرفتم، خانم اولم که رفت خارج از کشور، خانم دومم که گرفتم خیلی علاقه بسیاری به ایشون داشتم. تو 3 سال هم هست که با هم زندگی میکنم، ولی 3 سال که بعدا متوجه شدم به من خیلی خیانت کرده بود. بعدا هم علاقه بسیاری بهش دارم و نمیدونم چی کار بکنم. کنی هم فرار دارم، هیچ اطلاعی هم ندارم، هیچ خبری هم ازش ندارم، نه خانوادش نه من. باشم یه راهنمایی من بکن، چون هر شب استرس و ناراحتی و مشکل پیدا کردم. ممنونتون میشم. شما که دیگه از او هیچ اطلاعی ندارید، بنابراین راهنمایی من فقط به این میتونه برگرده که شما کاری بکنید که غیبت او رو و فقدان او رو و رفتن او رو بتونید واقع بینانه بپذیرید و آرامش بیشتری پیدا کنید. برای این کار 2-3 راه حل هست.
یکی این که اگر اضطراب تجربه میکنید و خیلی غمگینید، اولین کار اینه که ورزش. بعد بد میتونه از تلویزیون داشته باشم بهتون؟ بله بله، بهترین کاری که میتونید بکنید اینه که ممنونتون میشم. گام اول اینه که شما ورزش رو بلا فاصله شروع کنید. ورزش وقتی میگم یعنی روزی یک ساعت، حالا دویدن، ایروبیک، هر چیزی که عرق کنید. چرا اینو میگم؟ این ورزش جنبه تفریحی نداره، جنبه درمانی داره. و اگر با ورزش و مشاوره با یک روان درمانگری، با یک روانشناسی که شیوه CBT بلد باشه، یعنی چی؟ یعنی متد کنترل افکار خودکار و در نتیجه و لذا در واقع پیشگیری کردن از اون افکاری که احساسات شما رو به سمت غم و اضطراب میبره. و در درجه سوم اگر زور این دوتا نرسید، اون وقت دارو درمانی هم یک انتخابه، ولی حتما با یه روانشناس مشورت کنید. به هر حال او که رفته از اینجا. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. خیلی دوست دارم با شما. بفرمایید قربان. الو. بفرمایید قربان. درود بر شما خانم دکتر. من خانمم در ایران که از یک کسی پرسیدم که تو چرا خودت انقدر زدی و کبود کردی که بتونی بری دادگاه بگی شوهرم من از داره سوزونده بود، خودشو آسیب زده بود، که ادعا بکنی که این کار رو به من کرده شوهرم. خب ببینم این شخص باید چه آسیبی دیده؟ اولا نام این بیماری چی؟ اگه بیماری هست نامش چیه؟ و بهش برگشته بود گفته بود که تو چرا این کار کردی؟ گفته بود که من دردم نمیاد، احساس درد نمیبرم. من خواستم ببینم که نام این بیماری چیه و دو اینکه چه آسیبی دیده شخص در کودکی که به چنین روزی افتاده که حاضره برای اینکه مثلا یه خواسته رو سرپرستی بچه شد اختلافش با شوهرش اختلاف داشته بگیره به چنین چاره اندیشیده. میخواستم اگه امری نداری من از تلویزیون بوشیدم. بله، فقط بذارید من یه سوال کنم، ایشون همسر شما بوده؟ نه خانمم، نه من تو نیویورک هستم، خانمم رفته بود ایران. به یکی از این اقوامشون که برخورده بود، او به او داشت دختر خانمه بود جوان، گفته بود چرا این کنی؟ یعنی به دختر توضیح داده بود که من این کاری کردم این کاری کردم این کاری کردم تا من به صلاح دادگاه ثابت کنم که شوهرم منو زده، کبود کرده بود، بدنشو سوزونده بود. خب ببینید حالا، بعد گفته بود که آقا تو چرا این کاری کردی؟ گفته بود من دردم نمیاد، یعنی پاسخو که اون داده بود. بعد که آمد پیشان رفویی ها آمد گفتش با من صحبت کرد، گفتم من زنگ میزنم از شما میپرسم. گفتم بهشون، گفتم من نمیدونم این چه بیماری، چون دیده بود که من مرتب برنامه شما رو دنبال میکنم، مرد با من صحبت کرد، گفتم من تماس میگیرم از خدمت شما. این بله ببینید، شما دو سه تا مطلب و همزمان گفتید که من باید اینو، ما در متد تشخیص میبایست اول بستر اجتماعی تاریخی فرهنگی ظهور اون علائم رو هم در نظر بگیریم. ببینید اولا اون که یه کسی کتکش بزنن بگه درد نمیاد یا خودش بزنه بگه دردم نمیاد، دو پدیده داره، اسمی که براش میذارن اپاتی یا بیهسیه که حس درد هم نمی کنن. اما گاهی اوقات افراد به این دلیل این کار رو میکنن که دردی که در درونشون هست انقدر زیاده که اون درد جسمانی و بیرونی از اون درد درونی حتی کم میکنه. خب به طور کلی پدیده خودزنی یا خودآسیب رسانی پدیده‌ایه که بهش مازوخیسم یا ماژوخیسم میگیم، خودآزاری. اما ما این لغت رو در هر موردی نمیتونیم به کار ببریم. اگر یه مادریه که داره با یه مردی زندگی میکنه که زندگی براش دلپذیر نیست، وحشتناک، خشونت توش هست یا محرومیت توش هست یا هرچی، ولی این زن در یک کشور قانون مدار یا قانون عادلانه زندگی نمی کنه. یعنی چی؟ یعنی این قسمت از قانون حقوق مدنی ایران
که میگه که به هنگام جدا شدن زن با مرد حق حضانت به پدر میرسه، خب یه قانون ظالمان است. بنابراین اگه من مادر باشم و دلم بخواد با این مرد زندگی نکنم ولی دلم نیاد که بچم رو بذارم و برم، خب میام یه دلائل محکم پسند به اصطلاح پیدا میکنم. شاید، من نمیدونم، شاید اگر این خانوم بتونه در دادگاه ثابت کنه که این مرد انقدر خشنه، ابیوسیو، خشونتگراست و منو اینجوری کرده، اون وقت حضانت بچهشو بهش بدن. بنابراین اون موقع است که میگن این پدیده رو در چارچوب کتاب تشخیصی روانشناسی قرار ندین، چون این یک سکندری گین یا یک به اصطلاح سود ثانویه درش خوابیده. بنابراین شخص میتونه این کار رو بکنه به دلیل اون سود ثانویش. من در این مورد نمیدونم کدوم واقعیت داره. بفرمایید دوست عزیز. بفرمایید. بفرمایید خانم. بفرمایید. این صدای بچه ها خیلی. بفرمایید قربان. من صدای شما رو ندارم. صدای منو نمیدونم چرا نداری و من، ولی من صدای بچه های شما رو دارم. خب مثلا من که من صدای شما رو ندارم، صحبت هایی میکنم بعد از تلویزیون گوش میدم. من صدای خدمت شما که من دو بچه کوچک دارم و حاملگی خیلی سخت داشتم. یعنی نه ماه تمام هیچی نمیخوردم، همش بستری بودم، همش که بیمارستان میرفتم. درست بعد از بعد دو تا بچه شیر و شیر دارم، فاصله سنشون یک سال و نیمه. درست از بعد حاملگی ها مخصوصا دومی به این طرف من به ترس خیلی عجیب و وحشتناکی تمام وجودم رو مستولی کرد. یعنی تمام زندگیم شده اضطراب، ترس. خدا شکر زندگیم آروم، هیچ مشکل ندارم، ولی همش یعنی اصلا من مجرد بودم فکر به سرم نمیدونم، همش از اینکه من نمیدونم کجا میرم نمیدونم. اجازه بده سرمان خورم میدونم وایس دارم میمیرم. اجازه خانم عزیز، اجازه بده. شما الان بچه کوچیکت چند وقتشه؟ بزرگه سه سالشه، کوچیکی یک سال نیمشه. شما بعد از زایمانات این حالت برات به وجود اومد؟ دقیقا بله. خب هیچ وقت برای درمان پوستپاندروم دیپریشن به دکترت مراجعه کردی؟ به افسردگی و اضطراب پس از زایمان که در اثر تغییرات هورمونی به وجود میاد؟ شما به بچه هات برس، چون گریه اونا به اصطلاح نشون میده که احتیاج به توجه شما دارن. ببینید، من تنها چیزی که میتونم به شما بگم اینه که پدیده به نام پست پاندروم دیپریشن هست که بعد از زایمان خانم ها به دلایل تغییرات هورمونی و به خصوص که زایمان، یعنی حاملگی سخت داشتید، بچه کوچیک و دو تا بچه نگهداری، نمیدونم کمک چقدر داشتید یا نداشتید، شما میتونید گرفتار تشویش و اضطراب و افسردگی شده باشید و این اون چیزیه که اگر درمان بگیرید برطرف میشه، ولی اگر صبر کنید بگید به مرور زمان ممکنه همطور که خودت اشاره کردی بدتر هم بشه. من اگر جای شما باشم، اولین استپی که برمیدارم اینه که با یک روانپزشک حاذق یا روانشناس واقعا کارورزیده به اصطلاح کنکاش میکنم که ببینم آیا من اضطراب و افسردگیم در حد کلینیکی هست که درمان کنم یا نه. قبل از اون کاری که حتما مفیده و هیچ ضرری نداره اینه که ورزش رو شروع کنی و بعد برای اینکه مطمئن باشیم که انرژیت با دو تا بچه پشت هم و حاملگی های سخت به اصطلاح چی میگن؟ فیوز نپروندی، انجین نسوزوندی، انرژیت تحلیل نرفته، اگر در امکانات مالی خانواده هست یک کمک تمام وقت برای اینکه تو کارهای خونه یا نگهداری بچه بهت کمک کنه بگیر تا یک ذره به اصطلاح بنیه خودت رو پس بگیری. ولی اگر پست پاندروم دیپرشن باشه حتما احتیاج به دارو درمانی هم داره. ورزش گام اوله. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. الو.
بفرمایید. علی سلام، بلکن استاد فرمیدی؟ بله من هستم، بفرمایید. خیلی خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت میکنم. مرسی. من 6 ماه پیش باهاتون صحبت کردم، گفتین که ترس از اتچمنت دارم و برم پیش روانشناس خانم و هفته 1 ساعت با ایشون صحبت کنم و منم این کارو کردم. الان هم قرص میخورم هم پیش روانشناس هفته 1 جلسه میرم، کتابم کنارش میخونم. ولی که مشکل خیلی عمده‌ای که دارم، حافظم خیلی کوتاهه. اونجوری که باید این مطالب نمیره تو عمق ذهنم و موقعی که به مشکل برمیخورم بتونه کمکم کنه. اجازه بده من ازت یه سوالی بکنم. روانشناسی که داری هفته یه دفعه میری باش کار میکنی، ازش راضی هستی؟ بله راضیم. پس چرا این سوال از اون نمیکنی؟ میگم این سوال چرا از اون نمیکنی؟ دوباره گوش کن، چون من از بچگی مشکل عدم توجه و تمرکز داشتم. من احساس میکنم هر چی بیشتر پیش میره من حافظه‌ام داره کوتاه‌تر میشه، یعنی سریع مطالب رو میگیرم ولی سریع فراموش میکنم. خب شاید شما اگر روانشناس بتونه آزمایش کنه و ببینه که آیا شما اگر ADD دارید باید از دارویی که به ADDتون کمک میکنه برای نگهداری مطالب استفاده بکنید. ولی من اگه جای شما باشم تمام این سوالاتمو حتما با روانشناس خودم در میون میذارم. اوکی؟ الان هم پیش یه روانشناس برم هم پیش یه روانپزشک، به نظرتون برای این موضوع پیش دو روانشناس بگم یا به روانپزشک؟ باید ببینی کدومشون تست ADD رو میکنن. اون چه که مسلمه دارو رو روانپزشک باید بده، ولی برای تشخیصش ببین کدومشون به اصطلاح میسنجن، تستای تووا هست و تستای دیگه میتونن به شما بدن. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. الو جانم بفرمایید. سلام عرض میکنم خانم دکتر فرنگی. سلام خانم. سوالی داشتم در مورد وضعیت فعلی خودم. من 2 تا دختر دارم که هر دوتا مدت 3 سال هست که به ایالت کالیفرنیا رفتن برای کار و بعد از رفتن اونها این مدت برای من بسیار سخت بوده. سوال اولی که از شما دارم این هست که آیا این سختی و این ناراحتی که من دارم این طبیعیه؟ من بهتون میگم که من 61 سالمه و دخترام یکی 36 و یکی 29 هستن و البته شوهرم هم با من هست در ایالت دیگری که زندگی میکنیم، ولی در عرض این چند سال گذشته من احساس میکنم که بسیار برای من مشکل بوده. شاید لازم خدمتتون بگم که اگرچه که من با شوهرم زندگی میکنم و با هم هستیم و ایشون هم مرد بسیار شریف و خوبی هست، ولی ما هیچ نوع تفاهمی نداریم و تقریبا مثل دوتا آدم مسئول که هر دو به بچه ها علاقه من هستیم و بودیم با هم هستیم. و خود من فکر میکنم که تفاوت اساسی که ایجاد شده این هست که الان بعد از رفتن دخترها من تقریبا مثل این که خیلی به اصطلاح زندگی خالی شده. سوال اول من از شما اینه که آیا این حالات من طبیعیه؟ بله ببینید، همراه با رفتن این دخترها بله. یه چیزی آمده که اون آمده رو شما دوست ندارید و اون آمده تنهاییه. یعنی شما الان میخوای پشتی قضا بپزی، دست و دلت نمیره قضا بپزی، چون اون موقع قضا میپختی اونا میمدن سر قضا با هم صحبت میکردین، این میگفت خوشمزه است، اون میگفت اونو دوست ندارم، اون میگفت همیشه سلیقه اونو رعایت میکنی و یه بدبستان بود دیگه. خب بله. یکی از بزرگترین مسائل زن و شوهرهایی که در طول زندگی بافت عاطفیشون قویتر و قویتر نمیشه همین تنهایی های دوران میانسالی به بعده. بله. چون بله هر دو محترم، هر دو مؤدب، هر دو مسئول، هر دو به بچه برس، ولیکن الان در واقع من اگه به شما بگم بگو در شبای تو چی میگذره، بله. شما میگی هیچ. بله.
هیچی نمیگذره. بله. سوال دومم نه بذار این هنوز من تموم قدید. اینو من تموم نکردم هنوز. بله بله بله. بنابراین رفتن بچه ها یه چیزی رو آورده تو زندگی شما که اون چیزو شما دوست نداری و اون تنهاییه. به همین دلیل هست که من همیشه تأکید میکنم که ما باید یه بخشی از انرژی روانیمون سرمایه گذاری بشه رو دوستی های عمیق ماندگار و توجه کردن به دوستی های عمیق ماندگار، به دلیل اینکه بچه ها میرن. الان یه موقع دختر من گاهی اوقات که من میخوام با دوستان برنامه بذارم و به اصطلاح وقت بگذرونم، به من میگه خب این وقتو بیا با من و بچه ها بگذرون. میگم این کار رو حتما میکنم در اون حدی که لذیذ هم برای شما هم برای من، اما یادت نره که تو و بچه ها بزرگ میشید و هر کدوم به درستی سراغ کار خودتون میرید و اون وقت من اگر امروز سرمایه های عاطفیم رو ازش غفلت کنم، در روزگاری که به این سرمایه های عاطفی نیاز ارتباطی دارم، باید اعلام ورشکستگی کنم. به همین دلیل که دوستی های عمیق سنین میانسالی به بعد یکی از ثروت های عاطفی ماست. حالا گاهی اوقات ما انقدر با همسر و جفت زندگیمون این تشابه، آمیختگی، ارتباط و کنکشن رو داریم که نیازمون به این دوستی ها کمتر و کمتر هست. ولی یه موقعی نه، اونجام خبری نیست، اونجام زمهریره، در نتیجه ما به این دوستی ها بیشتر احتیاج داریم. بفرمایید قربان. بله خیلی متشکرم از توضیحتون. سوال دومی که من داشتم که نمیدونم حالا تا چه حد با توضیحاتی شما هنوز هم میتونم این سوال بکنم، ولی به هر حال مطرحش میکنم، این هست که من خودم به دلیل استراب و نگرانی که داشتم برای سالها، من روانشناسم رو میبینم و دارو هم مصرف میکردم. در سال گذشته بسیار بسیار بد بودم، یعنی بی اشتهایی مطلق و بی خوابی مطلق. الان خیلی بهتر هستم و شاید تعجب کنید که یه مسافرتی به ایران داشتم و به مدت یک ماه که خانم روانشناس و روانپزشکم هر دو بسیار خوشحال و بسیار در این حال متعجب هستند از تغییری که من کردم، چون هر دو اون اشکال برطرف شده. عالی. ولی و هر دو هم معتقد هستند که من باید، یعنی ما باید موف کنیم و بریم کالیفرنیا. حالا اینجا سوال من، یعنی بر سر دوراهی من مطرح هست که من به راحتی میتونم برم، چون همطور که گفتم من هنوز 60 سالمه، شاغل هستم و هیچ تصمیمی به بازنشستگی ندارم، اون آخرین چیزیه که من میخوام. ولی متاسفانه شوهر من از من بزرگتر، خیلی الان 74 سالشه و استدلال اونه که مخالفتی با موف کردن به کالیفرنیا نداره، ولی کن فکر میکنه که بازنشسته خواهد شد و یا اینکه ترجیح میده که در همین جا که ایالتی که ما هستیم بمونیم. من این کار رو نمیتونم بکنم، یعنی حتی حداقل تا امروز نتونستم خودم رو قانع کنم که به خاطر راحتی خودم، چون هم روانشناسم و هم روانپزشکم معتقدن که من باید برم و پیش دخترها باشم، ولی من فکر میکنم که با تنها گذاشتن شوهرم اولین ناراحتی که ایجاد خواهد شد، حالا خود من اصلا نمیدونم چون این کار رو نکردم، ولی مطمئن هستم که دخترها رو مضطرب خواهم کرد. بله. اینه که این سبشتر دوراهی منه. بله. خب من که آیا من اصلا میتونم این کار رو بکنم؟ بله، اونو که من نمیتونم که به جای شما تصمیم بگیرم، ما اون تصمیمی رو میگیریم معمولا که قادریم، ولی اینکه شما اگر پیش فرزندانتون باشین آدم شادتری هستین به جای خودش، درست، ولی چطور هست که همسر شما نزدیکی با بچه ها رو به صورت یه ثروت عاطفی نمیبینه و چطور در 74 سالگی فکر نمی کنه که اگر حتی هم بازنشسته بشه میتونه اینجا سرگرمی های دیگری داشته باشه، نمیدونم اگر طبیب باشه میتونه
کارهای والنتیر یا داوطلبانه بکنه یا ورزش کنه یا مطالعه کنه یا تحقیق کنه، نمیدونم. ولی اون چه باید خدمتتون توضیح بدم که بسیار پدر خوبیه، بسیار هم با بچه ها روابط خوبی داره و مطمئن هستم 100% که علیرغم اینکه بچه ها میان ویزیت میکنن و ما هم میریم، اون هم دوست داره این موضوع رو، ولی کن اصولا در تصمیم گیری بسیار ضعیفه، اصولا در خیلی میتونه... زندگی رو من گرفتم. آره ببینید اون میتونه، نه اینکه من خواستم بگیرم و نمیخواد، نمیتونه و در تمام امور مالی و غیره همیشه به عهده من بوده و حالا هم من احساس میکنم که برای اولین بار یک تصمیمی است که باید خودش بگیره و نمیتونه و منم نمیدونم آیا این درست هست که من برای اون تصمیم بگیرم. در اجازه بدید، اجازه بدید من این موضوع رو از دو بود بررسی کنم. یکی این که به نظر میرسه که شما پشت فرمان زندگی بودید و روندید و او هم در نقش مسافر هر جایی که شما تصمیم گرفتید رفتید او هم آمده. حالا اون میگید در این مورد نمیتونه تصمیم بگیره. یک، ما افرادی داریم که اصولا از تغییر پریشان میشن در ابتدا، ولی وقتی تغییر رخ میده و تغییر مثبته اون وقت لذتشو میبرن. بعضی آدم هم هستن که دوست ندارن تصمیم بگیرن، میخوان یکی دیگه تصمیم بگیره، ولی برای اونا همیشه حق نق محفوظ باشه که بتونم نق بزنم بگم ما رو آوردی اینجا بیکار کردی، خانه نشین کردی، حالا کیفشم اگه با دختراش میکنه از هوای کالیفرنیا لذت میبره، اما حق نقشم محفوظه. و بنابراین من فکر میکنم شما عضو 4 نفر عضو یک خانواده این، اکثریت رای بگیرین و با رای اکثریت حرکت کنین، هرچی که اکثریت میخواد حتما رای قوی تریه. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. سلام خانم. سلام خانم، بفرمایید. ببخشید اول ازتون اجازه میخوام که اینو بگم، چند روز پیش شما در مورد یه مفصل صحبت میکردین که تو ایران عیبه، همونطور که فرمودین حتی شما که رئیس دانشگاه بودین شما رو برکنار کردم بخاطر صحبت در این مورد. بله مسائل شما اجازه میدید من سوال کنم؟ بله آناتومی جنسی نه دیگه، اینجا ما رو اخراج نمیتونن بکنن، نگران نباشید. من باز از برنامه اجازه میگیرم من سوال کنم. نه از برنامه اخراجم نمیکنن، یعنی اگه اخراجم کنن خیلی خوشحال میشم. خب بفرمایید. اون مشکلی برای ما درست میشه؟ نه بفرمایید، ما نمیتونیم مستفیض بشیم. خواهش میکنم بفرمایید. خانم دکتر، میخواستم ببینم کسی که سکس نداشته باشه باعث میشه ناراحتی اعصاب بگیره؟ کسی که سکس نداشته باشه باعث میشه ناراحتی؟ مثلا این یه عاملی میشه که مشکلات اعصاب و به قول معروف افسردگی به سراغش بیاد؟ بله ببینید، اگر کسی تمایل جنسی داشته باشه ولیکن هیچ وقت کامیابی رو تجربه نکنه، میتوانه از این خواستن، از این تمنای سرکوب شده گرفتار دلتنگی و افسردگی بشه. این بله، پاسخش بله است. به همین دلیلم هست که به اصطلاح پاره ای از افسردگی ها یه زنان و مردانی که هیچ وقت ازدواج نکردن و بعد گرفتار وسواسی هستن که هیچ وقت تجربه جنسی هم نمی کنن، ربط پیدا میکنه به این پدیده. اصولا هر چیزی رو خواستن و نداشتنش موجب چیزی میشه به نام محرومیت و محرومیت یکی از پایه های غم و اندوهه. به من اشاره میکنم به آگهی ها رسیدیم، اجازه بدید بریم آگهی ها برگردیم. دکتر آنتونی روانی، وکیل رسمی دادگاه‌های آمریکا و فدرال، در امور مهاجرت با 20 سال سابقه و همکاری با بزرگترین کمپانی نفتی اکسون و کمپانی مایکروسافت، دارای تقدیرنامه از جورج بوش و باراک اوباما،
رئیس جمهوری آمریکا کلیه امور مهاجرتی شما را طبق قوانین آمریکا در اسرع وقت انجام خواهند داد. تلفن‌های تماس 201-206-447-1423 و تلفن تماس رایگان در آمریکا 1-800-760-5253. دکتر آنتونی روانی شنبه ها ساعت 11 صبح به وقت لس آنجلس در امور مهاجرت از تلویزیون جهانی تصویر ایران با شما گفتگو خواهند داشت. لطافت، شادابی، طراوت و حفظ جوانی پوست با محصولات ویوادرم. ویوادرم تهیه شده از مواد طبیعی و گیاهی، بهترین محصول برای برطرف کردن خشکی، چین و چروک، لکه های پوست و اکنه یا جوش و غرور جوانی. ویوادرم زیر نظر دکتر هدایت عتمی، متخصص پوست و زیبایی. با ویوادرم همیشه جوان بمانید. آژانس مسافرتی فراز، عرضه کننده بهترین سرویس با ارزان‌ترین قیمت‌ها برای مسافرت به همه نقاط دنیا. فراز تراول، مشاور دلسوز شما در امور مسافرتی. تلفن 818-388-1983 و 951-929-9750 farastravel.com. با فراز تراول با آسایش بر فراز آسمان ها پرواز کنید. دکتر پیمان بیداری با بیش از 15 سال دادستانی در دادگاه های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، با تخصص های دعاوی مدنی، دعاوی تجاری و بازرگانی و تشکیل شرکت ها، تنظیم انواع قراردادها، دعاوی کلی امور ملکی، دعاوی ملکی در موارد پروانه زمین، ساختمان و توسعه آن، شکایت از خلافکاری های پلیس و سازمان های دولتی و غیر دولتی، اشتباهات پزشکی و وکالت، تقلب در امور تجاری، نقص در جنس و کالا. تلفن تماس 714-525-5570. زیرو بانوان هست ارزان بر صحبت با ایران، با کیفیتی برتر به هر کجای جهان. شرکت تلفنی زیرو بانبان پس از 25 سال ارائه بهترین سرویس تقدیم می کند. تماس تلفنی مستقیم از منزل، تلفن همراه یا از هر تلفنی در آمریکا با بهترین نرخ و کیفیت و 2 ماه سرویس رایگان در سال. با انتقال سرویس تلفن لوکال خود به شرکت زیرو بانبان، هر چه می خواهید با بیش از 70 کشور جهان از جمله تهران گفتگو کنید و بابت ماه نخست بچه پرداخت نکنید. با دیدار از سامانه زیرو بانبان vip.com یا تماس با تلفن 866-362-5900 از گفتگوی نامحدود با تهران بهره مند شوید. همچنین با معرفی هر نفر $20 کردیت دریافت کنید. از کرانه های عرس تا سواحل خلیج فارس، عرض تهران تو پل ارتباط مالی با عزیزان شماست. انتقال سریع پول شما به ایران و بالعکس با نرخی عادلانه. خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و پوند انگلیس با نرخی بهتر از نرخ بانکی. تلفن ارز تهران تو 416-225-2345 416-225-2345. ارز تهران تو واقع در شماره 6113 خیابان یانگ، شمال کامر، واقع در پلازای ایرانیان. گرین کارت آمریکا، فرصتی استثنایی. دریافت گرین کارت آمریکا در کوتاه‌ترین مدت. قابل توجه استادان عالی رتبه دانشگاه‌ها، هنرمندان در سطح بین‌المللی، خوانندگان، موزیسین‌های به نام، مخترعین و مبتکرین. دفتر تورنتو 647-833-6040. آدامز کالج آن سنتر، وست آدامز، در 5636 وست آدامز بولوارد، لس آنجلس. تلفن تماس
323-936-36-36 Adams College and Center. بینندگان عزیز، شهرام درگاهی هستم، از دفاتر قانونی شان درگاهی در جنوب کالیفرنیا با شما صحبت می کنم. خیلی خوشحالم که به اطلاعتون برسونم تخصص ما در رابطه با تصادفات، زمین خوردگی ها، تهیه و تنظیم قراردادهای بازرگانی، لمن لا و همچنین موارد مربوط به کارگر و کارفرما هستش. اگر در مورد تخصص من مشکلی دارید و یا سوالی دارید، خوشحال میشم به من زنگ بزنید با هم یک مشاوره رایگان داشته باشیم. خیلی متشکرم. دفتر دکتر شهرام درگاهی در شهر انسینو 818-922-0563 818-922-0563 کشیش رسول هیدری در برنامه پرتو عشق شنبه ها ساعت 5:30 بعد از ظهر، چهارشنبه و جمعه صبح ها 8:30 از تلویزیون جهانی تصویر ایران با شما گفتگو خواهد داشت. وسترن پلامینگ برای انجام کلیه لوله کشی های ساختمان های مسکونی، تجاری، آپارتمان ها و خانه های تازه ساز، تعمیر و نصب و تعویض تأسیسات حمام، توالت، دستشویی، آشپزخانه، تعویض لوله های فرسوده ی آب و فاضلاب، لوله کشی گاز و شیرهای قطع گاز برای زلزله، پیدا کردن لوله های فاضلاب با آخرین دستگاه ها و تعمیر آبگرد کن. برآورد اولیه رایگان است. برای این خدمات با تلفن 818-360-4040 وارتان تماس بگیرید. www.rrnrealty.com مرکزی مطمئن برای فروش املاک مسکونی شما. لطفاً جهت اطلاعات بیشتر با کارشناسان صادق و پرتجربه ما با شماره تلفن 818-572-8399 تماس حاصل فرمایید. من هلن عبدی در رابطه با امور مهاجرت، پناهندگی، ویزای نامزدی، سیتیزنشیپ و سرمایه گذاری با توجه به موقعیت سنی و نوع ویزا همراه با همکارانم شما را یاری میکنیم و رویای اقامت شما به آمریکا را تحقق میبخشیم. عزیزانی که پناهندگی و سرمایه گذاری را مد نظر دارید، هرچه زودتر با من تماس حاصل فرمایید. تلفن 949-355-72-70 949-355-72-70 بله دوستان بفرمایید، با شما هستم قربان. سلام علیکم. سلام. خوبی؟ سلامتی؟ مرسی آقا، بفرمایید. خانم دکتر، من یک سوال داشتم. من 4 تا فرزند دارم، 2 تاشون ایران هستن، 2 تاشون اینجا آمریکا هستن. بله. وقت این 2 تا که آمریکا هستن، من قالو اینا هستم، قالو اینا دارم زندگی میکنم، اصلا تگزاس هستم. وقت این بچه های من، یکیش الان 30، پسرم 31 سالشه، دخترم 27 سالشه. این من بهش صحبت میکنم، اینا به حرف من نیستن، حرف من گوش نمی کنن. من باید چه کار کنم؟ من هر جور که خودتون صلاح بودنید، هر چی شما گفتید من همجان انجام میدم. بذارید اول من میخوام بودنم که باید چه کار کنم. اصلا حرف من نیستن، جواب حرفم میدن. حالا بذارید من بزنم، زود میگن رفت به تو نداره، کار به تو نداره، ما هر کار دلوم میخواد میکنیم. اوکی، اجازه بدید. شما اول به من بگید آخرین حرفی که به اینا زدین و اینا زبون درازی کردن و گوش نکردن یادتون میاد چی بوده؟ والا من آخر حرف رو میرین که میگم اومدید اینجا، باید اینجا زبان یاد بگیرید. درست بخون، ما الان 3 سال نیمه، نزدیک 4 سال اومدیم اینجا. میگم بیشید درست بخونید برای آیندهتون، یه چیز بشید برای دو دیگه. اینا باید دیر سر کار برید کاره همبالی بکنید، رای درست نکنید. آره چیز بکنید، حرف هم نیستن، هر کار دلشون میخواد بکنید. دوتاشون حرفشون یکی هست به من، یعنی اگر من یه حرف زدم اون یکی هم یه طرفدار بود. اینجوری که من نمیدونم چیکار کنم.
آره ببینید، اولا یه آدم، شما بچه گفتید، در حالی که یک مرد 31 ساله و یک زن 27 ساله دیگه بچه نیستن و احتمالاً کاری رو که دارن میکنن کاری هست که در توان خودشون و بنا به مصلحت زندگی خودشون میدونن. حالا سوال اینه که اولا اینا اگه اینجا درس میخونن چطوری اومدن آمریکا؟ والا اینا اولش که گفتن ما میخوایم بیان اینجا برای کار و برای درس و اینا، حالا که اومدن اینجا نه چطوری اومدن؟ گوشتنی کنن، من به حرف من نیستن، من دونم چیکار کنم. چطوری آمدن آمریکا؟ یا باید دانشجو باشن، یا باید لاتاری برده باشن، یا باید شما از پناهندگی اومدیم. آها، از پناهندگی اومدن آمریکا. خب پناهنده وقتی آمده اینجا، شما میدونید امکانات تحصیل برای پناهنده چقدر دشواره؟ اینجا که سوئد نیست، یه کسی که اینجا سیتیزن نیست و به اصطلاح رزیدنت نیست و اینا، هر واحد درسی که باید من گرین کارت دارم. شما گرین کارت دارین؟ اونا چی؟ بچه‌ام دارن. آره 31 سال و اینا دارن اونا؟ بله. خب حالا من فکر میکنم که شما وقتی میگی که اومدین اینجا برین درس بخونین، احتمالاً اون دوتا فکر میکنم با کدوم امکانات؟ بله امکانات نمیدونم، من که اجور وضعی ندارم که کمکشون بتونم بکنم. خب شما اونجور وضعی ندارین کمکشون بکنین، اما آرزوی بزرگ دارین، امکانات کوچیک دارین ولی آرزوی بزرگ. اون وقت یه مرد 31 ساله رو که شما نمیتونین بگی این کار کن اون کار کن. حالا شما شانس آوردی اینا 31 سالگی به حرف شما گوش نمیکنن. اینجا که الان بچه ها از 6-7 سالگی به حرف کسی گوش نمی کنن، نه به دلیل اینکه بچه های بدی هستن، به دلیل اینکه یه نوع استقلالی درشون فرم گرفته که کارها و اموری که خطرناک نیست باید خودشون اداره. شما اگه یه بابایی بودی که تازه چند میلیون دلار پول تو بانک گذاشته بودی و به اینا میگفتی این خونت، این ماشینت، این بیمت، بیا برو درس بخون، هنوزم اونا میتونستن بگن نمیخوام اصلا درس بخونم. منتها شما فکر میکنم در قالب یه مدل سنتی فکر میکنی اگه به اینا گفتی بی برو درس بخون، اونا بگن پدر جان چشم، دیگر چه فرمایشی دارید؟ این روزا تموم شده، نگرانش نباشید. به این معنا هم نیست که شما رو دوست ندارن، به این معنا هم نیست که برای شما احترام قائل نیستن، به این معناست که میگه چی میدونی از زندگی من، بذار کارمو بکنم. خانم های احترام بلد نیستن چه جواب حرف میدن، جواب حرف میدن، میگه رب به تو نداری، کار به تو نداری. ببینید پدر جان، من متوجه هستم که شما توی قالب سنتی احساس بی‌حرمتی میکنی، ولی توی قالب روابط امروزی اونا دارن به شما میگن زندگی من به خودم مربوطه و شما اینو شخصی میگیری و به اصطلاح کامپیوتر مغزت فرم گرفته در یک جامعه بزرگ سالاریه که هر کسی که ریش سفید یا گیس سفید داره باید به بقیه بگه چی کار کنن، ولی اینجا اصلا این مباحث مطرح نیست. اینجا جامعه فردگرا و ایندیویجوالیستی که هر کی باید زندگی خودش انتخاب کنه، بهاش هم خودش بپردازه. خودتون اذیت نکنین، بچه ها حتما دوست دارن شما رو، حتما هم لذت میبرن اگر به کارشون دخالت نکنی، به شما نزدیکترم میشن. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. بفرمایید دوست عزیز. الو. بفرمایید. با خودم مری. با شما هستم، بفرمایید. خیلی خوشحالم با شما صحبت میکنم. میخواستم بگم شما سخنرانی در جورجیا نمیاد؟ بله من نخیر، من در ایالت جورجیا سخنرانی ندارم قربون. بفرمایید دوست عزیز. سلام خانم دکتر، روزتون بخیر. ممنون آقا، بفرمایید. در مورد خواب ازتون سوال دارم، میخوام بپرسم اگر ممکنه، یعنی توضیح بدین از دیدگاه داینامیک سایکوتراپی
اگر بیماری با یه خواب خیلی آشفته به شما مراجعه بکنه، شما چه برخورد و مداخله انجام میدید؟ بله، شما یک بار دیگه هم راجع به این سایکوداینامیک شورت ترم سایکوداینامیک شیوه دولوم است که با من صحبت کردید، درسته؟ بله درسته. بله. بله درسته. ببینید، به قول یونگ خوابها قصه هاشون اونقدر مطرح نیست که عواطف و احساساتی که در طول خواب شما تجربه می کنید اون مطرحه و اون گوینده به اصطلاح بسیاری از مطالب هست. بنابراین من به عنوان یک روانشناس اگر از مراجعم میشنوم خوابی او رو پریشان کرده یا او دلواپس رسیدن به یه جایی یا نگران از دست دادن پروازشه یا من چیزی رو که دنبال میکنم اون نگرانی و اون اضطرابه و بعد اونو دنبال میکنم که این اضطراب از چه نوع اضطرابیه، آیا این پرفورمینگ انگزایتیه، آیا سپریشن انگزایتیه، آیا به اصطلاح دث انگزایتیه، اضطراب نیستی و نابودیه و غیره. بنابراین من از احساساتی که یک خواب بیننده در طول خواب تجربه میکنه میخوام به عنوان ابزار کار استفاده کنم، نه از خود داستان. خیلی ممنونم. خواهش میکنم. مرسی. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. سلام خانم دکتر، وقتتون بخیر. مرسی خانم. من مزاحمتون شدم. خانم دکتر، من یه مشکل دارم که میخواستم به شما مطرح کنم. من حدود 10 سال پیش ازدواج ناموفق داشتم. تو چند سالتی که ازدواج کردی؟ صدات میگم شما چند سالت؟ صدات که مثل بچه هاست. نه من 36 سالمه. خب یعنی 36 سالگی ازدواج کردم. بسیارم بود حامله شدم، ولی به دلیل این که یعنی این آقا کتک میزدن منجر شد که فرزند من فوت شه. چیت فوت کرد؟ چیت فوت کرد؟ داشتم روانشناس، ولی بعدش رفتم که یه روان پزشک و به من دارو دادن. داروها زلفت بود و یک داروی ضد استراب که من مصرف میکردم. خود زلافت که ضد استرابه، ولی احتمالاً پروپونال هم بهت دادن که مدت موقت بخوری یا زنکس دادن یا آتیوان دادن مدت موقت بخوری تا زلافت کارش که دو سه هفته طول میکشه آغاز بشه. رسپردول. اوکی. خب اگر رسپردول دادن مسئلت فقط اضطراب نبوده. آها، در صورت این دو دارو رو من استفاده می کردم حدود یک سال و نیم و بسیار خوب بود، به خاطر اینکه تو اون دوره که تقریباً از زندگی اومدم بیرون حدوداً 5 سال و 6 سال طول کشید تا من جدا شدم و اون دارو خیلی اثر داشت، ولی الان بعد از اینکه حدوداً 2 سال استفاده نکردم از دوباره اون حالتهای افسردگی فکر کنم برگشته، یعنی باز از دوباره خاطرات بعد اون. خب بذار ازت یه سوال کنم، شما دارو رو سر خود قطع کردی یا زیر نظر روان پزشکت؟ نه خیلی به نظر روان پزشکت. همین الان دوباره باید برگردی به روان پزشکت و حال خودت رو دوباره به او گزارش کنی و ببینی که او آیا احساس میکنه که وقت بازگشت شما به دارو رسیده یا نه، و اگر رسیده با چه دوزج یا میزانی میخواد آغاز کنه. این در تخصص من، اونم از راه دور نیست. تلویزیون رو ببندیم. بفرمایید قربون. سلام، احوال شما آقا؟ بفرمایید. خدا قسم. سلام دوستان، خسته نباشید. ممنون آقا، بفرمایید. ببخشید، من قبلن یه افسردگی داشتم حدود 4 سال پیش، بعد داروهای SSRI مثلا سیتالوپرام اینا میخوردم، افسردگیم رفت شد. بعد افسردگی الان این تبدیل به وسواس فکری عملی شدم. این بعد حدود 1 سال داروی سرسرالین و فلوواکسامین میخورم و هیچ نتیجه نگرفتم.
حقیقتش. شما روان پزشکتون در ایرانه؟ ایران. آره ایران زیر نظر روان پزشک هستین. شما یک با دکترتون آخرین بار که با روان پزشک صحبت کردید گفتید این داروها رو من کار نمی کنه، به شما چی گفته؟ داروها الان داروی بعدی که داده کلومپیرامین داده. اوکی. بعدش گفته اگه مثلا اینم جواب نده باید مثلا شوک درمانی بشه. خب اگر به روان پزشکتون اعتقاد دارید، اگر به تخصص او باور دارید که این کارو بکنید، اگر نه یک نظر دومی رو هم بگیرید از یک روان پزشک دیگه. یکی از کسانی که در ایران خیلی رو درمان وسواس‌های فکری و عملی من دیدم موفق بوده، ایشون هم نمیشناسم، هیچ وقت هم به چهره ایشون رو ندیدم، ولی از طریق مراجعینی که اینجا اومدن من با کارشون آشنا هستم، آقای دکتر مجتهدزاده است که مجتهدزاده روان پزشک تهران. شما یه سکند اپینیون یا نظریه دوم از هر روان پزشکی که در اختیارتون نزدیکی شما هست بگیرید. عوض کردن داروها کار راحتی نیست مگر اینکه آدم مطمئن باشه این آغاز آغاز بهتری هست از اون چه که قبلا بوده، و اینو از طریق یه نظر دوم یا سکند اپینیون میتونید. ببندید این تلویزیون ها رو. خب بفرمایید قربان، بفرمایید. خب من شما رو قطع میکنم چون تلویزیون تو نمبند. بفرمایید دوست عزیز با شما هستم. بله من یه پسر بچه یه 15 ماهه دارم. بله. بعد الان وقتی که یه موقع یه چیزی میخواد اگه که بهش ندم خودشو میندازه زمین، مثل حالت لج میگیره. خب یه غذایی که میخواد بهش ندم خودشو میندازه زمین گریه میکنه. میخواستم ببینم چجوری باید برخورد کنم باهاش که خب اول بذار باعث لجبازی بیشترش نشه. اوکی. اول بذار من یه استفاده دیگری از شما بکنم، بعد اگر شد یه استفاده بهت برسونم. استفاده که میخوام از شما بکنم اینه که شما در ایران نیستی. چی؟ شما در ایران زندگی نمی کنی. هلو؟ هلو. میگم شما در ایران زندگی نمی کنی. درسته؟ نه. در کجا زندگی میکنی؟ در لس آنجلس. سنت هم حتما زیر 35 ساله. آره؟ صدا خیلی خوب نمیاد. عرض کردم سن شما زیر 35 ساله نه؟ بله. خیلی خوب. من میخوام از وجودت استفاده کنم، یه چیزی رو به بینندگان یاد بدم اگر جسارت نباشه، و بله. اون اینه که یک دختری که در شما متولد خارج از کشورم هستی؟ من متولد ایران هستم. متولد چند ساله بودی اومدی اینجا؟ 20 ساله. 20 ساله بودی اومدی اینجا. خب ولی یه جوری لهجت نشون میده که خیلی زود مثل که اینجایی شدی نه؟ به هر حال من یه چیزی رو میخواستم اینجا استفاده کنم یاد بدم. شما اگر دقت کنید این خانم موقعی که روی خط اومد برگشت گفت، یعنی اینجوری شروع کرد، گفت من یه پسر یا بچه 15 ماهه دارم که خیلی لجبازه، وقتی یه چیزی رو میخواد بهش بدم نمیدم لج میکنه، میخواستم ببینم که چرا اینطوره و چه کمکی میتونی به من بکنی. این یک مدل درست استفاده از وقت وسایل ارتباط جمعیه. یعنی شما دقت کردید نه اومد گفتش که سلام خانم دکتر فرنودی، خیلی ممنون از برنامه های خوبتون، خسته نباشین، من خیلی شما رو دوست دارم، شما رو خیلی دنبال میکنم، دو دقیقه اینجوری گفتگو کنه بعد بره سر سوالش، سوالشو مستقیم مطرح کرد. من خواستم از این فرصت استفاده کنم بگم مدل کاربردی، مدل بهترین مدل کاربردی در وسایل ارتباط جمعی، به خصوص که وقتی متخصصی
داره پاسخگوی مسائل شماست، مدل این خانومه. به هر حال ممنون از اینکه یه مدل درست رو امروز در اختیار من گذاشتی. ببین، بچه های 15 ماهه در واقع آغاز ورودشون به مرحله سپریشن اندیویجویشن هست، خب، و مهمترین چیز براشون اتانومیه. ولی از یه طرف دیگه توان برآوردن نیازهای خودشون رو ندارن، در نتیجه نیازهای خودشون رو باید مادر و پدر برآورده کنن یا بزرگانی که در اطرافشون هستن، ولی اونها هنوز احتیاج دارن که بگن من میکنم یا من گفتم شد یا من خواستم. خب این مسئله تربل تو یا بچه های کچ خلقی ها و تانترم های اون سنین، یه بخشیش ربط به این جدال دائمیه، استقلال یا وابستگی، استقلال یا وابستگی، استقلال یا وابستگی داره. و بهترین کار در این موارد اینه که شما به اصطلاح با بچه جنگ قدرت آغاز نکنید و کلنجار نرید، بلکه دیتورشون کنی، یعنی حواسشو پرت کنی به چیز دیگه. مثلا اینو میخواد، شما نمیخوای بهش بدی چون خطرناکه، ولی هی میگه، خودشو میخواد بزنه زمین. شما یهو میتونی بگی که اون در، اون چی بود از دم در گذشت؟ یا مثلا این توپ تو رو کی گذاشت اینجا؟ یه دقیقه یهو میبینی نگاه میکنه و حواسش پرت میشه. خب چون اینا در جنگ قدرت اصرار عجیبی دارن که احساس استقلال و توانمندی کنن. اما این مال موارد عمومیه. اگر یه مواردی خیلی جدی تره، یا بچه یهو انقدر لج میکنه که ریسه میره، یا انقدر سرشو به در و دیوار میزنه که ممکنه به خودش آسیب برسونه و مادر و پدر رو عاجز میکنه، بهترین کار اینه که از یک روانشناس متخصص کودک برای تشخیص این نوع از لجاجت باثبات یا لجاجت غیر قابل به اصطلاح دیتورنت، یعنی غیر قابل این که آدم حواسشون رو پرت کنه، علت اصلیش چیه؟ یکی دو مورد در میان مسائل جدی هست که از نشانه هاش اینه، ولی در به طور عمومی بچه ها از این مراحل عبور میکنن. متخصص کودک به شما میتونه کمک کنه، روانشناس متخصص کودک. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. بفرمایید دوست عزیز. الو. بفرمایید. خانم متعدد، درود بر شما. بفرمایید. میخواستم خدمت یه مسئله رو بپرسم. اینکه من یک دخترخانی دارم که این رو به تنهایی بزرگ کردم از کودکی. ایشون چند روز پیش مجلس حقی داشتن که برنامه رو طوری برنامه روی کشیده بودن که من به خاطر به عنوان یک زن مطلقه در مراسم حقی ایشون نباشم، به خواسته مادر شوهرشون که گفته بوده که چون مادر شما متارکه کرده به سرا شون هست که سر حقی نباشه. میخواستم بگم که در ایشون هم قبول کرده بودن. بعد از این ماجرا آیا این درسته که من با ایشون با توجه این که با من بزرگ شده و تمام کارهای لازم فرهنگی رو روش شده بوده، من که مستقیم غیر مستقیم با توجه به امکان فرهنگ که داشته اینو پذیرفته، من با ایشون ادامه ارتباط رو داشته باشم با ایشون و خانواده همسرشون شوهرشون، داریم که من میتونم باید من میتونم بفهمم بله. من میتونم بفهمم که شما خیلی دلت شکسته باشه و این دل شکستگی شما یکی از محصولات فرهنگ خرافه و خرافاتیه. من میدونم که متاسفانه در فرهنگ ما اگر یه زنی 30 سال از شوهرش کتک میخوره، چشمش کبود میشه، صورتش باد میکنه، دندونش میشکنه، پهلوش دندش میشکنه، اون شوم نیست، اون نحس نیست، بلکه زنی که به دلایلی که خودش میدونه از یه رابطه معیوب، از یک زناشویی ناسالم بیرون میاد، این شومه.
خب این فقط جزء تراوشات یک ذهن فرهنگی خرافه زده است و شما این پدیده رو به صورت یک بیماری جمعی فرهنگی بپذیرید و خانم مادر شوهر رو حالا یا حب و بغض شخصی هم با شما داره یا واقعا این باورهاشه که اگر باورهاش بود باید خودش بلند میشد میمد خونه شما و اشک ریزان و نالان از شما عذرخواهی میکرد و اجازه میخواست به خاطر این باور خرافیش. شما این لطف بکنین که در ساعات عقد اون مجلس نباشین، بعدش به اونا ملحق شین، ولی چون این کارو نکرده احتمالاً یه خوردم به اصطلاح ادویه های دیگه قرض و مرض هم توش هست. این که دختر شما چرا تسلیم این مسئله شده، نمیدونم چقدر عاشق شوهرشه، نمیدونم چقدر نگرانه که شوهر پیدا نکنه، نمیدونم چقدر فکر میکرده با اونا هم عقیده است، اینا رو هیچ کدومو نمیدونم. ولی من فکر میکنم کاری که بالغه، یک انسان سالم بالغ باید انجام بده، اینه که شما این دلشکستگی خودتون رو حتی به صورت یه نوت، یه یادداشت برای دخترتون، برای دامادتون و برای مادر او، نه به صورت تلافی جویانه بلکه به صورت یک درد دل و گلایه به اصطلاح با زبان نظیف و پاکیزه میتونید بدید. ولی به نظر من ترک رابطه با فرزند هیچ تغییری در بهبود حال ما به وجود نمیاره، بلکه ما رو به شیوه های دیگر آزار میده. من اگر جای شما باشم این گفتگو رو میکنم، اگرم لازمه با دخترتون به یه روانشناس مراجعه کنین در بازسازی و ترمیم رابطه تون، او تازه اول نیازشه به یک مادر حامی. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. سلام خانم. سلام خانم، بفرمایید. شما فرمودید که زیاد صحبت نکنم، اما من انقدر برنامه شما تماشا میکنم که الان قلبم داره مثل چی میزنه. یه دفعه گرفتم، زودم گرفت. خب شانس آوردی چون همه خطوط من روشن، همه خطوط من روشن، احتمالا من اشتباهی ردیف و رعایت نکردم. بفرمایید. خیلی بی فکر زندگی کردم به خاطر بچه هم. اما الان خب دو سه تاشون ها چهار تا بچه داشتم، سه تاشون ها بیرون کردم، حالا به هر جوری بود و هر نفعی بود و که خدا فقط میدونه، هیچکی نمیدونه، نمیدونم چی جوری بگم. حالا من یه پسر دارم، پسر منو 27 سالش، بسیار بسیار این بچه باهوش، درسش همیشه تا دیپلم 19-20 همه کاری هم بلده، هر کاری بگی اون دست بزنه بلده. از برقی. خب مشکل چیه؟ کامپیوتر. حالا مشکل من که حالا تو 27 سالی که با دور فرستادم این سربازی، نه دنبال کار میره، نه درسش رو تمام کرده، با یه دختر آشنا میشه، سلام علیکه اولی میره تا پای ازدواج. حالا اصلا این دختر به ما نمیخوره، مثلا نمیتونم صحبت کنم، ثروتمنده، ما اونجوری دارایی نداریم، یه شوهر کارگر. خب شما گفتی، شما گفتی اون باهوشه. خب آدم باهوش رفته یه زن پولدار گرفته که کارم نکنه. نگرفته، نگرفته قربونت. پس چی میگی؟ زن نگرفته، با یه دختر که دوست میشه سلام اولی میره تا پای ازدواج، میگه مثلا ماما بگو که من با یه ازدواج میکنم، میگه ماما انشالله حالا راشو ادامه بدیم ببینیم چی میشه، میگه نه تو چرا نمیاری، تو اون نرآورده خراب شد این کار، مثلا دوستی ما به هم خورد. یه کارهای اصلا عجیبی میکنه، یه حرف و هزار مرتبه میزنه. خب احتمالا ایشون وسواس داره، هزار مرتبه یه حرف و مثلا میگه 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 جوری که دیگه ما رو داغ، منو داغون میکنه. باباشم خیلی نادونه، نمیگم مرد بدی بوده، اما نادون بود، تو زندگی خیلی نادون بود. من زندگی رو خودم هر وسیله بود، به هر زحمتی بود که گفتن زیاد قشنگ نیست، که دستان مثل کفکای شطور شده.
زندگی رو گذروندم، بچه من به بچه هم با خوبی بزرگ کردم، پسر بزرگم خیلی خوب بود، مهندس شده. خب حالا اجازه بده من بگم که شما چیکار کنم؟ من الان تفش دارم شما صحبت میکنم، فکرش نمیکردم بتونم با شما. خب اجازه بده که اجازه بده من اینو بگم، اگر یه پسر باهوش گرفتار وسواس فکریه یا ایمپالسیوه، یعنی فکر نکرده تصمیم میگیره و بعد تو این ماجرا میمونه، این ربط مستقیم داره به میزان اضطراب، یعنی همین اضطرابی که شمام داری الان میگی دارم با تو حرف میزنم قلبم داره گپ گپ میزنه. اضطراب مشکل این بچه است و من اگر جای شما باشم بهش میگم که برای این اضطراب حتی با یه دکتر عمومی اول مشورت کنه، چون یکی از پدیده‌های اضطرابم وسواسه، یعنی شخص مضطرب میتونه گرفتار وسواس هم باشه، به عبارت دیگه سوخت یا هیزم وسواس خود همون اضطرابه، بنابراین این باید اضطرابش رو یکی از طریق ورزش، دو از طریق مراجعه به یه پزشک و سه از طریق مشغول نگه داشتن ذهنش به یه کار مثبت کنترل کنه. اینایی هم که میره گیر میده میگه تا پای ازدواج میخوام برم، خب این اتفاقا اونا فرار میکنن از دستش. این آخرین خطیه که من میگیرم، چون بعدش حالا باهاتون صحبت میکنم. بفرمایید دوست عزیز، با شما جانم بفرمایید. الو خانم دکتر، درود به شما. مرسی خانم، بفرمایید. بهتون افتخار میکنم تمام قد، بدون تعارف ریا نیرنگ، صادقانه با سنتای ایرانی. مهتر جان، من سه‌شنبه 21 با دل و جان هر دو برنامه شما رو دیدم. بله بله. و چون خودم یه آسیب دیده رژیم جمهوری اسلامی هستم، همسر یک اعدامی، بله، مؤدبانه روی پیامگیر آفیستون، بله بله، و تلفن پیامگیرتون دو تا پیام محترمانه گذاشتم، بله، به خاطر اینکه با دل و جان دو برنامه‌تون رو گوش کردم، بله بله، و واقعا تحت تاثیر راهنمایی شما قرار گرفتم بدون هیچ مبالغه گویی و تظاهر، بله، که بخوام شما رو اندونه به قول سانیا زیر بغلت بذارم. بله، همیشه بهتون افتخار کردم، همیشه همه جا دیدم. علاوه بر حرفه دکتری، اهل دل، شاعر، شعرهای خود مولانا را همه جا گفتن. تو خانم دکتر، به چه دلیلی من از 12 ظهر که این پیام ها را گذاشتم تا 8 شب نشستم، هیچ جا نرفتم، که از 2 تا این پیام که برای شما گذاشتم یه تلفن که خانم هم شهری هم وطنی، چی کار میتونم برای تو بکنم؟ به من میخوای وقت ملاقاتت بدم، منو محروم کردی. چهارشنبه مؤدبانه با آقای کاردان 2 تا تلفن گذاشتم، اسمم و مشخصاتم و از آقای کاردان خواستم که 1 دقیقه 2 دقیقه به من گوش بدن که پیامی که من گذاشتم جواب ندادید، ایشون به گوش و چشم دل شما. چرا من محروم کردید؟ به چه جرمی؟ خب میذارید که الان صحبتم رو بکنم اگه اجازه بدید. ببینید، من پیام شما رو گرفتم، اسم شما هم الان برام یادمه، یعنی انقدر دقیق پیام شما رو گرفتم اسمم یادمه. اولا یکی از این حالا اجازه بدید، یکی از این پیام ها رو شما تو مطب لس آنجلس من گذاشته بودید، در حالی که من بعد از پایان برنامه هم اصلا دیگه مطب لس آنجلس بر نمی گردم، میرم مطب اورنج کانتی. پیام دوم رو سل من گذاشته بودید. بذارید من برنامه سه‌شنبه خودم رو فقط به شما بگم. من الان از این تلویزیون که تا 2-3 دقیقه دیگه میرم، 1 ساعت رانندگی میکنم، میرم تو مطب اورنج کانتی و تا ساعت 6:30 تو مطب اورنج کانتی مریض میبینم. از اونجا میرم جلسه گروپ تراپی دارم.
گروپ تراپیم ساعت 10 شب تموم میشه و 10 شب میرسم خونه. چهارشنبه صبح تو مطب اورنج کانتی از 8 صبح مریض میبینم تا هر موقع بعد از ظهر که نمیدونم، و بعد شبش دوباره اون کلاسای مؤسسه ابن سینا رو دارم که برای عموم آزاد و رایگانه. با وجود این، چهارشنبه بین ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت کالیفرنیا من تلفن شما رو گرفتم، چندین زنگ زد، رو پیامگیر هم نرفت. و اگر دوست داشته باشید رو صفحه تلفنم گرفتن شماره شما رو عکسشو میگیرم واسه تون میفرستم. ولی این که آیا من میتونم بیش از یک بار تلاش کنم که حتما با شما صحبت کنم، مطلقا. و چون این دو برنامه تلویزیونی تنها فرصت عمومی من برای پابلیکه. شما در پیام تلفن دومتون حتی گفته بودید چه بیمه ای دارید و اینا، بنابراین بدونید که خیلی خوب یادمه. ولی من دنبال نمیتونم بکنم، اونم به دلیل محدودیت وقتم و حجم کارامه. همه این حرفا رو زدم، ولی معهازا از شما یک پوزش میخوام، دو تو این دو تا برنامه‌ای که من وقتی که به پابلیک نه اصلا پذیرفتم خانم دکتر، خدا رو شکر یار پسندید مرا. خانم دکتر فقط من تمام پیام شما رو پذیرفتم. مرسی. بدون هیچ کینه و بغض و هیچی، مرسی. عنوان دخترموی هموطنم، ولی هم. میخوام اینو بپرسم، شما مشغول بودید منم باور کردم، بله. ولی چطور آقای کاردان؟ نه دیگه اینو الان اسم نبرید، نه از دیگران اسم نبرید تو برنامه من، به خصوص شما میدونید پرویز کاردان انسان بسیار شریف و محترمیه، ولی نمیدونید چقدر الان گرفتار تو پست و موقعیتی که داره. دوستان عزیزان، با ترانه زیبا از بانوی آوازهای محلی سیما بینا برنامه‌مو به پایان میبرم. سیما بینا فاصله نوامبر از 16 تا 30 در کالیفرنیا میهمان ما کالیفرنیایی های جنوبی است و 4 کنسرت داره، 2 در لس آنجلس، 1 در اورنج کانتی و 1 در سان دیگو. این رفیق نازنین، این بانوی هنرمند، این ایرانی علاقمند به ریشه های فرهنگی رو در کنسرتاش حمایت خواهیم کرد. با ترانه از او برنامه رو تمام میکنیم. فردا شب بنیاد فرهنگی ابن سینا، کلاس روانشناسی دل آرام، ورود برای عموم آزاد و رایگان. روز و روزگارتون خوش. دشتم رو مزن، آهوی کوم رو مزن، آهوی کوم رو مزن.
به چرخ یار میمانم بله. بهرام کیهانی با بیش از 25 سال سابقه قضایی و حقوقی در ایران پنجشنبه ها ساعت 7:30 بعد از ظهر از تلویزیون جهانی تصویر ایران با شما گفتگو خواهد داشت. رستوران گیلانه با افتخار تقدیم می کند. گیلانه با سرو غذاهای خوشمزه آماده پذیرایی شما عزیزان می باشد. همراه با تنوع غذا و سرویسی در حد انتظار شما. در محیطی متفاوت در محوطه داخلی وسترن پرنس هتل واقع در شماره 900 یورک میلز رود با پارکینگ رایگان. رستوران گیلانه افتخار میزبانی شما را دارد. شماره تماس رزرو جا 416-390-99-99 416-390-99-99. دفتر حقوقی دکتر ندا زمان، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و کالیفرنیا، آماده انجام کلیه امور مهاجرتی شما عزیزان میباشد. ما شما را از طریق EB2، فامیلی، نامزدی، ازدواج، کار، سرمایه گذاری، دانشجویی و پناهندگی یاری میدهیم. قبل از هر گونه تصمیم گیری در امور مهاجرت با من ندا زمان، وکیل دادگاه‌های آمریکا تماس بگیرید. آدرس 8500 ویلشر بلوار در شهر بیولی هیلز. برای تعیین وقت قبلی با تلفن 310-855-0992 تماس بگیرید. وبسایت nedala.com.